گذشته استاد من روز دوشنبه مهد کودک بودم. این تجربه نمیدونم چه تجربه ایه، چون هم خیلی ترسیدم هم یه لذت خیلی خاصی داشت. یه خانم مربی جوونی چند تا بچه رو آورده بود توی حیات مهد با اینا بازی میکرد. حالتهای چهرش خیلی به نظرم جالب نیومد. من اصلا تو هیچ ارتباطی هم نبودم اون لحظه، فقط داشتم به این خانم نگاه میکردم. خیلی ادا در آورد و خیلی به نظر من جالب نیومد. من یک لحظه دیدم که تمام هستی، یعنی هر چی که وجود داره، این خانم مربیه و من اون مربیم. بله. یعنی وحشت شدیدی. بله. یک ترس خیلی عجیب و یک ثانیه شاید بیشتر طول نکشید. بله. اینو میخواستم من بگین که چیه؟ بله، یکی از چیزایی که تجاربی که در همفازی پیش میاد همین این دو چیز هست. که یه دفعه شما میبینید که جای او هستید. یه دفعه قلب اون تو سینه شماست، قلب شما تو سینه اونه، شما جای اون درختی، اون درخت. و یه وقت میبینید تمام هستی شدیم شما یا شدی او، بعد شما اوید. خب مفهوم تن واحده همینه. ما هنوز که حالا یکی از مفصل ترین مباحث در دنیای عرفان بحث تن واحده است. خب این موضوع تن واحده بودن اگر حل بشه، ادراک بشه، خیلی از مسائل حل میشه. خب برای همین هم اهمیت داره. اینجا به شما نشون دادن و بحث در دوره 6 و 7 شما متوجه میشین که ادراکات ثانیه است، کسری از ثانیه است. یعنی حالا تعریف کمال اونها رو اونجا تازه ما دوره 6 و 7 تازه میتونیم تعریف بکنیم. و شما میبینید که یه بشکن زدنه، شما اینجوری ببینید یا اونجوری ببینید یا اینجوری ببینید یا همینه. این دیدن ثانیه ایه و در کسری از ثانیه به شما اون چی رو که باید نشون میدن به یه زبانی، به یه بیانی. دقت بکنید. و حالا شما از این ماجرا چی گرفتید، چه شکار کردین، چه متوجه شدین، دیگه تیزوشی شما، دیگه به اصطلاح اون زبر و زرنگی شماست که از این ماجرا چی تونستید بگیرید، چی تونستید دریافت کنید. خب ممکنه به علت اینه که ما خب با همچین پدیده هایی اصلا برخوردی نداشتیم، تفکری نداشتیم. در وله اول یک دفعه یک وحشتی به ما دست بده که هستی شدن اون، منم اونم، یعنی در واقع. خب و ما دچار یه احساس غریبی بشیم. اما عادت میکنیم یا به هر حال متوجه میشیم که هستی همون برای ما همون برخورد هر لحظه با مسائل غریبه، با مسائل عجیبه. اگر مسائل عجیب نباشه که خب خودمون حتما باش برخورد کردیم و حتما میدونیم، جز دانسته های ماست. دانسته های ما هم که معلومه چیه. پس اون چی رو که باش برخورد میکنیم همش انتظار شنیدن و برخورد با مطالب عجیب غریب داشته باشیم. مطالب عادی که خب همه میدونن، اینجوری نیست؟ بله. این در واقع اینا ادراکای بالایی است، بسیار بالایی است. و اگر در دنیای عرفان هم از این صحبت ها شده، از این مسائل شده، در واقع همون ادراکات منتها گیرندگانش تیزوشی و همون در کسری از ثانیه مطلب رو کلش رو گرفتن که اصلا قضیه چیه، داستان چیه.